مقامات محلی در جوزجان هم به این باور هستند که تسلیم این گروه وابسته به داعش در کاهش تهدیدهای امنیتی اثر خواهد گذاشت. به باور مقامات محلی و امنیتی در جوزجان، پیوستن این گروه وابسته به داعش ممکن نگرانی کشورهای اممرز با افغانستان در شمال را نیز از ناحیه تهدید داعش کاهش خواهد داد. اخیراً شماری از زنان در ولسوالی درزاب جوزجان ادعا کردند که جنگجویان مرتبط به حبیب الرحمن فرمانده و مفتی نعمت الله معاون داعش در شمال بر آنان تجاوز جنسی کردند. برای بررسی چگونگی پیوستن این افراد به نیروهای دولتی افغانستان فرصت داریم تا با محترم مولوی لطف الله عزیزی والی جوزجان که همکنون از طریق سکایپ در برنامه با ما است صحبت داشته باشیم. والی صاحب سلام بر شما، تشکر از وقتتان. در آغاز اگر لطف بکنین بگوین هویت افراد داعش که با نیروهای دولتی پیوسته چیست، چه تعدادشان خارجی است و از کدام کشورها هستند؟ تشکر، عرض سلام دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و از طریق شما برای بینندگان و شنوندگان سلام عرض دارم. مست شما بخیر. بله، همین قسم که شما در جوزجان هستین، تقریبا 20 روز به این طرف درگیری بسیار شدید بین طالبا و داعش ها در ولسوالی درزاب و قوشتېپه ادامه داشت و وقتاً فوقتاً حملات هوایی آیا هم نیست بالایشان وارد میشه که در نتیجه جنگ بین داعش و طالب و حملات ضربات هوایی تعداد زیادی از افراد طالب و داعش کشته شدند و تقریبا از 4 روز قبل تعداد 30 نفر از افراد داعش به نیروهای امنیتی پیوستند که باقی مانده که بالاتر از 200 نفر افرادشان باقی نمانده بود که امشب اولی ساعت 12 بجه شب با مال حبیب الرحمن فرمانده ارشدشان و مفتی نعمت الله معاون گروه داعشیان و نیروهای امنیتی با تمام تجهیزات دستاشهشان با نیروهای امنیتی پیوستند. سوال من مشخصا متوجه. بله بفرمایید. اینا افراد خارجی هم در بینشان هست یا نیست؟ خدمت شما باید عرض بکنم که بفرمایید افراد خارجی ها در بین تسلیم شده ها نیست فعلا و تمامی که تسلیم شده همه افراد داخلی هستند و در بینشان و 30 نفر خانواده و یا زنا هستند، خانواده خود سرگروه‌های داعشی ها همراهشان هستند، فامیلایشان هستند. پس والی صاحب شما تایید موجودیت اتباع خارجی در بین افراد تسلیم شده را تایید نمی کنید؟ 30 نفر از افراد اتباع خارجی به طالبا در ولسوالی قوشتېپه به طالبا پیوسته. خب موجودیت افراد خارجی در کسایی که با شما پیوسته از طرف شما تایید نمیشه؟ بله، ما تایید نمیکنم که در بین تسلیم شده افراد خارجی فعلا وجود نداره و همه افراد داخلی هستند و افراد خارجی طالبا. جناب والی صاحب، تعداد دقیق مجموعی افراد تسلیم شده به شما چند نفر بود؟ یک؟ ما آواز شما رو میشنویم. شما آواز ما رو میشنوید؟ تعداد مجموعی که بله آواز شما رو میشنویم، تعداد مجموعی تسلیم شده ها بالاتر از 230 نفر هستند و 30 نفر زنا هستند که فامیل خوبندانه و سرگروپ های داعشی ها هستند و تقریبا 200 نفر کمتر از افراد مسلح هستند که با نیروهای امنیتی تسلیم شدند. والی صاحب، سوال بسیار مهم در اینجا است که تفاوت بین طالب و داعش پیش شما چی رقم است؟ شما چی رقم متمایز میکنین اگر افغان هستن اینا؟ و آینده ای افراد که برای شما تسلیم شده چی میشن؟ میگین که خانواده ها و زنها و اطفال هم در بینشان هست، آینده فامیلایشان چی میشه و از جنگجوهایی که به شما تسلیم شدن آیا اینا زندانی میشن یا خیر؟ ما برای شما عرض کردم که در سوال شما با دو چیز را خواهیم، یک تفاوت بین طالب و داعش. شما عرض بکنم که کاش هم دشمن مردم افغانستان و دشمن حکومت افغانستان و نظام فعلی ما هستند، اما عملکرد داعش نسبت به طالب خشنتر است و بیرحمتر عمل میکنند. مکاتب را اجازه فعالیت نمیدن، مکاتب را مسدود کردن
طالبان که در ساحه‌ای که کنترل داشتند در دو سال به این طرف تمامات بالاتر از 50 با مکتب مادر ولسوالی در زاب مسدود بود و حتی نه تنها مکتب را تعلیم و تعلم را منع کردند بلکه مکتب ها را ویران کردند، چوب های خود از مکتب را با خود بردند و در دادند و طالبان متفاوت از این هستند. در ساحه‌ای که اونا کنترل دارند مکتب ها باز است، درس تعلیم در اونجا ادامه داره، ممانعت نمی کنند و دایشی ها نسبت به طالب بیرمتر هستند برای مردمی که دوست هم در ارتباط ازی که آیا امرای ازان چگونه برخورد میشه، شما میفهمین که هر کس بالای هر فردی که در هر بخش قرار داشته باشه و در هر مقام قرار داشته باشه، کسی که ادعای حق داره قانون بالای همه کسی اکسان تطبیق میشه و مطابق قانون برخورد میشه و کسی که بالای ادعای مستقیم وجود نداشته باشه در اون صورت مانند افراد جنگی یعنی کسایی میشن که میتونن از صلح از برنامه صلح استفاده بکنن و برنامه عفو مالات قرار بگیرن، اما مجرمینی از کسایی که جنایت کردن مال مردم را چور کردن مردم را قتل کردن و کسی که بالاشون ادعا داره ادعای مستقیم باشه، ما شما اداره عدلی و قضایی داریم همراهشان تشکر. مطابق قانون ولی صاحب یک انتباه از صحبت شما پیدا میشه، شما میگین طالب از داعش متفاوت تر است و بهتر است، یعنی منیس والی حکومت افغانستان وقت برتر میدونین طالب در منطقه خودتان، پیامتان اصلا برای افغان ها برای باشنده های جوزجان چی است که طالب با داعش یعنی تفاوت بهتر و بدترش چی؟ ما پیشتر برای شما آدم اگر صحبت ما نگرفته تا نسته باشین پیشتر برای شما گفتم که کلمه بهتر بدتر نیست، هر دویش دشمن افغانستان است و هر دویش هم خیلی مردم جنگ میکنن و هر دویش هم در مقابل نظام ایستادن و مردم افغانستان را با آتش میکشن، اما عملکرد داعش نسبت به طالب خیلی خشین است و بیرحم عمل میکنه و طالب در ساحهشان مکاتب را حداقل باز بند نه که ممنوع قرار ندادند، ولی داعش ها کاملا مکتب ها را نه تنها تعلیم را منع کردند بلکه مکتب ها را ویران کردند. تشکر. عملکردشان تفاوت وجود دارد و پیام ما برای همه مخالفین مسلحی است که از پروسه صلح افغانستان استفاده بکنند، بیان وطن را ویران نکنند و بیان از این بیشتر ملک خود را خودشان تباه نکنند، برادر خود را نکشند و پروسه صلح پیوستر و بعد تطالی نیروی امنیت خود قرار بگیرند. جناب والی صاحب محترم تشکر از وقتتان که به برنامه حضور یافتین، به امید بحث در برنامه بعدی. بخیر، روز خوش.